خدایا، ای مهربان پروردگارم، روزم را با نام و حضور تو آغاز می کنم و آشکار می کنم. نامی که آشکار است در درختان، در برگهایش و در زیبایی پرندگانش، نعمتهایت را شکرگزار هستیم. سلام و صبحتان بخیر باشه. امیدوار هستم که یک روز خیلی خوش و خوب را آغاز کرده باشین و تا پایان این روز همیشه خوش و خندان و خنده بر لبایتان داشته باشین. خیلی خوشحال هستم که باز هم من آرزو کاکر مهمان خانه های شما از دریچه برنامه گلبانگ هستم و قسمی که هر روز براتان یک خبر یا معلومات کوتاه می داشته باشم، باز هم یک معلومات کوتاه یا هم خبر کوتاه در مورد ای است که با تاریخ 11 جولای روز جهانی جمعیت بود. همزمان با این روز شماری از خانواده های پر جمعیت در افغانستان میگویند که به سبب فقر و اقتصاد ضعیف نمیتوانند به غذا، لباس و سایر ضروریات زندگی فرزندانشان رسیدگی کنند. یکی از خانواده های پر جمعیت در افغانستان میگوید به دلیل بیکاری و ناداری توانایی رسیدگی به غذا، لباس و سایر ضروریات فرزندانشان را ندارند. این خانواده میگن که تلاشش فقط برای زنده ماندن فرزندانشان هستند. واقعا که فقر و بیکاری خیلی مشکلات زیادی را در یک جامعه به بار میاره و حالا هم جوانان خیلی زیادی هستند که بیکار شدن و به اساس همه زیادتر از جوانا مسافر میشن و به کشورهای بیرون از افغانستان سفر میکنن. به امیدی که روز برسه که تمام مسافرها یا تمام مهاجرین افغان جوانا دوباره برگردن و به کشور خود ما کار و بار همه چیز فراهم باشن و اینا بتونن از طریق تحصیل و کار و بار خودشان به وطن ما و شما افغانستان زیبا خدمت بکنیم. عزیزان دل، در این بخش برنامه چون آغاز صبح هست نمیدونم که همکارم چی آماده کردن، ولی مطمئن هستم که یک بسته تصویری خیلی خوب و زیبا و دیدنی را داریم. بریم که بسته تصویر تماشا بکنیم و دوباره زود برمیگردیم. فراموش ما نکنیم. بله گرند دوستان، به هم تست خلق لست و ما در تست خپل خبروانه یعنی در گلبانگ خبروانه در رنگ هم در رنگ کلی کسور ما هم ولیده چه واقعا دیر خسته و خدای که چه تست هم دیده لیوی او تر پای پوری لمنگ سر و سیز منگ در خبروانه برخه و گره. گرند دوستانو، باور لرل پیوچه بانده یا هم باور کول پجوان که دیر زیاد استونمنزی، خو پس باید دیر زیاد حس بکره چه پجوان که مکلا چه پچه بانده باور کوی اگه حوال تاسو تا دا باور در که چه تاسو کولیش پا غی بانده تمادو کری زینی کسا چه تاس ده ملگرتیا پا حیث یا هم ده ملگرتیا پا توگا بانده پجوان که تاکی لونه یقو پیجانی چه سنگ یا شخصیت تا سوک ده او کولیش تاسو باور وسطی که نشی کولی. په دې هکله به انشاءالله نورې خبرې به هم لرو، خو لاړ به شو لنډه دمه به واخلو او له دمې نه وروسته زما ګران همکار خاله جان سره اوسېږه چې له ځان سره به میلمه هم لري. به نام خداوند به اندازه مهربان و نهایت بارحم، هموطنان عزیزم سلام. امیدوار هستم که یک روز خوب و خوش را کنار فامیل هایتان آغاز کرده باشین، از صحتمندی کامل برخوردار باشین و امروز که روز شنبه هست، امیدوار هستم که روز شنبه را به خوشحالی تمام دوستان عزیز آغاز کرده باشین. یک بار دیگر شما را خوش آمد میگم به برنامه خودتان دوستان عزیز، برنامه گلبانگ. امیدوار هستم که امروز هم بتونیم طبق معمول به شما برنامه متفاوت را خدمت نگاه های مبارک و گرم شما نازنینان تقدیم بکنیم. دوستان عزیز، من در بخش سلامت صحت و سلامت قرار دارم. خوشبختانه که امروز همچنان دکتر صاحب محمد ادریس امیری در برنامه در استودیو گلبانگ حضور پیدا کردن و قرار است صحبت بکنیم در مورد به شاک که شاک چی هست. و قبل از همه من حضورشان را به برنامه خوش آمد میگم. دکتر صاحب سلام، خیلی به برنامه خوش آمدین، صبحتون بخیر. سلام عرض ادب خدمت شما بیننده های عزیز، همکاران نهایت گرامی، خدا کنه که یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در خدمتتان است. سلامت باشین، تشکر. دکتر صاحب چی خوب است در نخست از شما یک تعریف بشنویم در مورد به شاک. شاک چی هست؟ شاک یک اختلال در جریان خونرسانی و یا هم یک مشکل در جریان خونرسانی در یک قسمت عضو بدن و یا مغذی نشدن یا نگرفتن اکسیژن یا به حجرات نرسیدن اکسیژن هم میتونیم که شاک بگوییم. شاک خودش به انواع و اقسام مختلف تقسیم میشه که هر کدامش از خود بحث جداگانه داره. شاک در قسمت هایی که
به مریض پیش میکنه و یا هم در حالاتی که به مریض پیش میکنه به هر پروسیجر مختلف فرق میکنه. بله دکتر صاحب، چند نوع شاک وجود داره و هر کدام ویژگی ها را داره؟ یک نکته را پیش از اینکه ویژگی های شاک بگویم و یا هم انواع شاک بگویم که هموطنان عزیز ما اشتباه بر از این است، شاک حساسیت نیست. شاک فقط یک اختلال خونرسانی و یا هم نرسیدن خون یا قسمت های مختلف بدن. به طور مثال در قسمت قلب و مغز اگر از 4 الا 6 دقیقه خونرسانی نشه سبب تخریب شدن میشه. همچنان کلیه یا گرده ها اگر در 30 دقیقه خون جریان و خونرسانی برش نرسه و یا مواد مغذی برش نرسه باعث تخریب شدن میشه. شاک به 7 نوع میباشه. اول هایپوولمیک شاک برش میگن، کاردیوجنیک شاک میگن، سپتیک شاک برش میگن، نوروجنیک شاک برش میگن، وازوجنیک شاک برش میگن که هر کدامش بحث جداگانه داره. به طور مثال هایپوولمیک شاک کمبود مایعات در بدن، مایعاتی که داخل حجره باشه و یا مایعاتی که بیرون حجره باشه. به طور مثال یک شخص اسهالات یا دیهیدریشن برش پیش میکنه، در طول روز آب بدن ضایع میشه، چی از طریق وومیتینگ دلبدی باشه، چی از طریق قوام باشه. وقتی که آب بدن از داخل حجره و یا در کل اگر بگویم آب بدن ضایع شد سبب هایپوولمیک شاک در نزد مریض میشه. بله دکتر صاحب، کدام از شاکایی که شما نام گرفتین کدام نوعش زیاد خطرناک است و زیاد رایج است و معمول است؟ شاک ها در کل سبب خطر به شخص مریض و یا مصدوم میشه، چون گفتیم که جریان خونرسانی را مختل میسازه. بله. وقتی که جریان خونرسانی مختل شد مواد مغذی به قسمت اعضای بدن که اعضای بدن به طور مثال ارگان حیاتی قلب و مغز میباشه، قلب، مغز، کلیه ارگان حیاتی میشه، اگر برمی سه ارگان مواد مغذی و یا هم خون کافی نرسید سبب از کار افتادنشان میشه. به طور مثال میتونیم از آنافلاکتیک شاک یاد کنیم. آنافلاکتیک شاک یک شاکی است که از باعث گرفتن بعض ادویجات، بعض غذاها به مریض پیش میکنه. به طور مثال ویالایسفتراکسون آنتی بیوتیک است که به مریض تطبیق میشه پیش از اینکه تست برش انجام شه، به شخص تطبیق میکن و باعث شاک میشه. بعض غذاها، بعض امرای گلوگیا حساسیت میداشن. همچنان کاردیوجنیک شاک ایست قلبی میباشه که از باعث کمبود خون در قلب پیش میکنه. بله دکتر صاحب، نحوه تشخیص شاک چگونه است و چگونه صورت میگیره؟ علائم شاک یا چگونه شاک تشخیص بتیم دو علائم عمده داره. یکی علائم اولیه است، دوم ثانویه. در قسمت علائم اولیه هوشیاری یا سطح هوشیاری شخص تغییر میکنه، یعنی بیقرار میشه، استراب میشه، یک حالت را بر خود میداشته باشه که غیر نرمال میباشه. دوم نبض کن و سری میداشته باشه، نبضش کن میباشه اما سری میباشه، قدرتش زیاد میباشه، تنفس سطحی اما با حالت را میداشته که عمق تنفس زیاد میباشه، کاهش ناگهانی فشار و خون. این در قسمت اولیه. در قسمت ثانویه سطح هوشیاریش کم میشه، در پاسخی که برش انجام میتیم و هم کاری که برش انجام میتیم دستش حرکت میتیم، بالاش صدا میکنیم احمد، محمود، حرکت نمیداشته باشه، یعنی در پاسخ حرکت که ما انجام میتیم هیچ پاسخ نمیشه، سطح هوشیاریش مکملا از بین میره. ناگهانی فشار خون پایین میشه، به یک بارگی فشار خون سطحش پایین میکنه، ضربان قلب به کلی پایین میشه، سطح علائم حیاتی برش میگیم که به کلی پایین میشه. قسمت نوک انگشتان حالت سفید شدن بر خود میگیره که یا در بعض مریضا سیاه شدن که ما سیانوز برش میگیم. قسمت خود چستن یک دردای در قسمت صدر میداشته باشه. علائم دومیش میباشه که زیادتر به مریضا در علائم اولی تشخیص زودتر میشه. بله دکتر صاحب، نزد افراد و اشخاصی که شاک به وجود میه و یک نوع تغییر ظاهری در ظاهرشان به وجود میه، مثلا رویشان میپنده و یا هم یک قسمت از وجودشان فلج میشه حتی، یا چشمشان کار نمیده یک قسمتش، یک طرف چشمش، دهنشان، دستشان، حتی پایشان، در مورد از چی گفتنی دارین دکتر صاحب؟ خب موضوع را اشاره کردین. در قسمت از این که پوندیدگی و یا تورم پیش میکنه، بله. این چه نوع شاک است؟ این شاک آنافلاکتیک شاک برش میگن. شاکی است که از باعث گفتم خوردن بعض غذاها، بله. گرفتن بعض ادویجات، بله. در تماس همراه گلوگیا که وقتی که یک شخص میباشه به مریض پیش میکنه. چرا آنافلاکتیک شاک ایجاد میکنه؟ به خاطر از یک سیستم دفاعی بدن همیشه در حال تغییر و همیشه در حال جنگ است و هم
عضو بیگانه را بر خود قبول نمیکنه. وقتی که داخل بدن یک آنتیجن، ما دو اصطلاح داریم، یکی انتیبودی یکی آنتیجن. انتیبودی موادی که داخل بدن خود ما میباشه و همچنان که آنتیجن موادی که از بیرون عرضه میشه. به طور مثال یک دوای را که میخوریم این به نام آنتیجن یا مواد مفیده و مضرش که داخل خود دوا ترکیب میباشه به نام آنتیجن میشه. وقتی که آنافلاکتیک شاک پیش میکنه، سیستم دفاعی بدن ما کار میکنه، مواد بیگانه را به خود قبول نمیکنه. بعد از جنگ و یا هم تای مرایل کردن سلسله که در نتیجه که حجرات WBC ما برش میگیم که از بین میره، باز به مریض امی علائم را که پوندیدگی تورم پیش میکنه به مریض پیش میکنه. اما فلج شدن و یا هم از یک قسمت که شخص ضربه میبینه و یا هم یک قسمتش هیچ کار نمیکنه، او باز در بیز ازی میره و یا هم در حالت ازی میره که مریض استروک یا مریض در سکته مغزی کرده باشه. سکته مغزی تایپ 1 و 2 داره. بله دکتر صاحب، حالا باید چی اقدامات اولیه را انجام بدن وقتی که نزد یک فرد به همین قسم شوک که شما گفتین پیدا میشه؟ چی اقدامات را باید انجام بده تا ای که باز برسه به شفاخانه و دکتر مربوطه بیای بالاش و تداوی بکنه؟ بسیار خوب، در قسمت از اینکه کدام اقدامات مد نظر بگیریم در تمام شوک ها، بلخصوص در دو شاک یا سه شاک که زیاد خطرناک میباشه، که هایپولیمیک بله. شاک یا شاک که از باعث کمبود آب بدن میشه، کاردیوجنی شاک و آنافلاکتیک شاک. در قسمت از این اولین کاری که میکنیم باید مریض در یک جای راحت مستریق قرار بدیم. مریض در قسمت جای شیب دار و یا هم جایی نباشه که ناهموار باشه، باید جای هموار قرار بدیم. سر مریض در قسمت یک طرف خم کنیم، اگر در صورتی که چیز خورده باشه، تا پس دوباره بر از اینکه دلبد میشه و یا هم امو افرازاتی که در خود میری و یا هم میده باقی مانده داخل سیستم تنفسی نشود. بعد از این وقتی که کار به مریض انجام دادیم، علائم حیاتیش مکررن چک میکنیم. بعد از چک کردن علائم حیاتی، مریض امرای یک پتو و یا هم امرای یک کمپل گرم در سرش قرار میتیم. چون باعث از این میشه، گفتیم که رنگ جلد خاصف و پریدگی میشه، پوست مرتوب میشه و باید مریض یک جای گرم و مرتوب قرار داده شود. بعد از این وقتی که کار برش انجام دادیم، مریض خود مکملا از حالتی که برش پیش شده و یا هم غیر نرمالتیک یا شاک آنافلاکتیک باشه، اگر در شفاخانه باشه اقدامات عاجل ضروری فوری باید برش برسه. اگر در خانه باشه باید مریض از طریق دهن برش چیزی ندیم که بخوره، چون باعث از این میشه که طرق تنفسی و هم در مجرای تنفسی انتقال کنه، که اسفنکتر معده برش میگن، میری برش میگن، که بسته شوه و باعث از این شوه در قسمت گلون و یا در قسمت حلقش گرفتگی که به نام چاکینگ برش میگن پیش کنه و سبب مرگ مریض شه. بله دکتر صاحب، یک پرسشی که در ذهن من همین اکنون آمد در موردی که میرگی با شاک چی تفاوت های با هم داره؟ آیا یک نوع شاک است میرگی یا خیر؟ نه، میرگی یا به نام اپیلپسی برش میگیم، میرگی خودش هم اختلال در جریان خونرسانی است، اما از باعث از این تمام سیستم اعضای بدن وقتی که تخریب شوه پس دوباره امکان ترمیم نیست. اما اگر یک بار مغز و یا هم عصب تخریب شوه امکان ترمیم نیست. میرگی یک بس جداگانه داره، اما شاک بسش که تشریح کردم براتون که خود میرگی یک به نام اپیلپسی یاد میشه، که او با سلسله مراقبت هایی که باید شخص تنها هیچ وقت بیرون نره، باید هم شخص در مرض از این قرار نگره که اعصابش غیر نرمال شود، تشویش، دپرشن، جگرخونی برش پیش نباید شود. بله، حالا دکتر صاحب پرسش خلق میشه که چگونه میتوانیم از شاک جلوگیری بکنیم و یا هم پیشگیریش بکنیم؟ شاک چگونه میتونیم جلوگیری کنیم؟ چون شاک یک اختلال غیر نرمال در بدن است، باید مریض در حالاتی که یا مریض اگر دفتن مریض میشه یک مشکل برش پیش میکنه، آنن دفتن به دکتر باید برسیم. به طور مثال پیچکاری هایی که امروزه در افغانستان مصرف میشه تمامش بدون نسخه در اکثریت جایا در اکثریت شفاخانه مصرف میشه، امی کار غیر قانونی است. دوم، مریض وقتی که اسهالات برش پیش میکنه، مریض وقتی که دیادرا یا دیادریشن برش میگن پیش میکنه، باید آنن دفتن به شفاخانه و یا مرکز صحی برده شوه، یا کارهایی که مربوط یک دکتر میشه یا بخش کسی کمک های اولیه را فرا گرفته، در هر خانه و یا در هر جای باید یک شخص باشه که امی کارا را حداقل تا شفاخانه و یا مرکز صحی جای میرسه برش امکان پذیر باشه. از کارهایی که در خانه انجام میشه و یا طب خانگی برش میگن، از یا لطفا اموتان انالیز جلوگیری کنین، چون سبب از این میشه که کار ما را دشوار میسازن. مریض صحت یاب نمیشه، اما کاری که در شفاخانه انتقال میتن و یا هم در مرکز صحی انتقال میتن، باعث از این میشه که مریض زندگیش، حیاتش در خطر
قرار بگیره. بله سلامت باشین. تشکر میشه که در پایان پیشنهادتان رو بگوین. در حرف حدیثی که دارین میشه که در پایان برنامه قرار داریم، در پایان بخش برنامه قرار داریم، میشه که بیان بکنین. بخیر سلامت باشین. پیام خاصم به هموطنان عزیز ای است که چون روز به روز هوا گرمتر شده میره، باید نکات حفظ صحی یا نکات صحتمندی را مراعات کنیم، با خوردن غذاهای سالم، با خوردن آب و مایعات بیشتر که چون یک ضرورت مبرم می باشه در این مقطع زمانی و در این حالت گرمی که قرار داریم. یک پیام به کسایی که بخش طبی و هم بخش قابلگی و هم نرسینگ می خوانه که یک کتاب روی دست داریم که در بخش عظیم می باشه که ضروریات اولیه یک نرس چه کدام مفاهیم یا کدام کاتگوری ها مربوط یک نرس میشه در این کتاب گنجانیده شده. انشالله به زودترین فرصت به دسترس دوستا قرار میگیره و کتابی است که میتونه مفید به تمام بخش های طبی بالخصوص به بخش قابلگی و نرسینگ باشه. سلامت باشین. تشکر. ممنون حضور شما. بخیر باشین. از اینکه برنامه تشریف آوردین. سلامت باشین. خب بینندگان عزیز، در حال حاضر بسته تصویری که در مورد اضرار و یا هم فواید سیر آماده نشر هست، بسته تصویری را با هم یک جا دیده بعد از رفت و برگشت کوتاه برنامه گلبانگ ادامه دارد. بیدی هم تاست زنگار سلام دروندی هم درنگ اخکوری سهر ما بخیر اقا دوستان چه او سر پاسی دیدی او زمانگ اخپروانه یعنی گلبان گوری ترپای پور لمنگ سر او سیگه زمانگ اخپروانی برخی هم گوری هم درنگ منه نکم ده خالد جان سخه چه خپلا برخی لی دکتر سیف سر دلوده دیر مهم موضوعی هم تاکلی و چوروندی خبری هم دلودلی. خوب دی برخه که زل زن سر یو زوان امیل مالارم چه دی بخپلا بخپل جبه بندی تاسو تا زن معرفی که خود اغین مخک زمانگ اخپروانی موضوع ده چگونه یک ذهن ثروتمند داشته باشیم، سنگه که ولیش چمونگه یو ثروتمند یو پیاور ذهن ولرو. رازی چی پدی بانده دیر زیادی خبری تری لیخپل میل مسر ولرو. سلام و صبحتان بخیر، خوش آمدین. سلام صبح شما همشنان بخیر، سلامت باشین و یک سلام به همه تنان عزیزم. امیدوارم که جور سرمند سرحال باشین و یک صبح خوبی را آغاز کرده باشین. زنده و سلامت باشین. میشه که در آغاز خود معرفی بکنین تا یکی شناخت ما و بیننده ها بیشتر شده مورد شما؟ درسته. خب بختاور سفری هستم یکی از کارآفرینان بخش ثروت. بسیار خوب خانم بختاور، خیلی خوشحال شدیم که شما را با خود در برنامه داریم. سلامت باشیم. موضوع برنامه را که در آغاز من اشاره کردم امروز روش صحبت می داشته باشیم. پس خوب است که در آغاز از شما یک تعریف داشته باشیم در مورد ذهن ثروتمند که چطور می توانیم یک ذهن ثروتمند داشته باشیم. پس بفرمایید. خب ذهن ثروتمند یعنی چطور ما می توانیم مثلا ذهن فقیر خود را چطور می توانیم به ذهن ثروتمند تبدیل کنیم؟ چون ذهن ما در کل از باورهای مثلا نادرست محدود شده که حتی از خوردرکی که ما ذهن ما از افکار منفی، از باورهای نادرست که ما پروگرام شده و نمیتونیم مثلا با آسانی ما بتونیم میره به ذهن ثروتمند تبدیل کنیم و یه نیاز خیلی به آموزش و آگاهی داره که تا بتونیم میره از طریق آگاهی و دانش بتونیم به یک ذهن ثروتمند تبدیل کنیم. سلامت باشین. آیا ذهن ثروتمند و ذهن فقیر وجود داره؟ اگر وجود داره چرا ذهن ما فقیر است؟ در کل چون ما دو تا ذهن داریم، ذهن ما یعنی دو ذهن متفاوت هستند، یک ذهن فقیر، ذهن ثروتمند. ذهن فقیر که است یعنی متفاوت عمل میکنه و متفاوت نتیجه میگیره و ذهن ثروتمند هم این قسم متفاوت عمل میکنه و متفاوت نتیجه میگیره. چطور میتونیم که باورهای منفی خود را تبدیل کنیم به باورهای مثبت، یعنی باورهای منفی خود را تغییر بدیم؟ خب در کل نیاز به آگاهی داریم، آگاهی یعنی دانش و دانش و آموزش های ذهنی. چون خیلی یعنی باورهای ما خیلی محدود است که به خصوص در اینجا در جامعه ما که افکارشون کلا در کل منفی هستند و
باید یک تعداد فکر میکنم. بله در کل منفی هستن که باید ما با ذهن با یعنی با آگاهی با دانش ما میتونیم به یک ذهن ثروتمند تبدیل کنیم. کاملا. یعنی باورهای خود مثلا چه قسم یک باورها باورهای اشتباهی که ما داریم، یعنی مثلا در افغانستان پول نیست، کار نیست، یعنی ما نمیتونیم در افغانستان موفق شیم، شرایط بد است، نداشتن کاروبار بره. و یک اینو اقتصاد ضعیف میتونه که ذهن بره. ما رو هم فقیر داشته باشه. بله بله اینو ما میتونیم اینا یک باور منفی یا باور اشتباه بگوییم و باور درست که ما بگوییم مثلا ذهن خود که بسازیم یک باور درست، باورهای درست یعنی در افغانستان پول است، به نهایت پول است، میتونیم کار کنیم، میتونیم در افغانستان موفق شیم. البته یک سوال دیگه که طرز فکر ثروتمند و طرز فکر فقیر یکسان هست یا متفاوت؟ نه متفاوت است. چون ذهن ثروتمند یک قسم فکر میکنند و ذهن فقیر یک قسم میکنند. یک قسم فکر میکنند. میشه که مثالهایش بگوین از ذهن فقیر و ذهن ثروتمند؟ فکرهایشان رو بگوین که ثروتمند، ذهن ثروتمند چگونه یک فکر تفکر داره و ذهن فقیر البته چگونه یک تفکر داره یا فکر داره. تفاوتهایش بر ما بگوین، مثال چی است؟ خب ذهن ثروتمند خود همیشه در حال یادگیری هستن، مطالعه میکنن، آموزش میبینن، کتاب اطلاعات و آگاهی خود بیشتر کنن و به خاطر رشد و پیشرفت خود بیشتر روی ذهن خود کار میکنن. و ما با فقط با تغییر ذهنیت خود میتونیم که مثلا باورهای خود بسازیم و یک ذهن خوب داشته باشیم. و ذهن فقیر فکر میکنن همه چیز میدونن. خب اگر ذهن فقیر وقت همه چیز میدونن، پس چرا فقیر هستن مثلا؟ پس چرا سلامتی ندارن؟ پس چرا آرامش ندارن؟ بله سلامت باشین. خب ما به چه چیزها میتونیم ثروتمند بویم؟ آیا ثروتمند بودن فقط و فقط پول هست و یا چیز دیگه هم هست؟ نه در کل مثلا مردم ما فکر میکنن که ثروتمند شدن تنها در پول است. این قسم نیست و یعنی آرامش داشته باشیم، سلامتی داشته باشیم، آرامش روابط خوب داشته باشیم، یک اعتماد به نفس، عزت نفس بالایی داشته باشیم و در کل یعنی روابط خوب با اجتماع با فامیل خوب داشته باشیم. یعنی در کنارش میتونیم پول داشته باشیم. اینا رو میگه ذهن ثروتمند. ایمان داشته باشیم که یک ذهنی واقعی و یک ذهنی ثروتمند است. سلامت باشه. خب اگر من سوال بکنم که بیاین روی ذهن و تفکر شما صحبت بکنیم، میخواین که چگونه تعریف بکنیم ذهن خودتونه؟ مثلا فکر و تفکر شما چگونه است در مقابل گزند روزگار، در مقابل مشکلات، در مقابل اجتماع؟ چگونه یک تفکر و فکر دارین شما؟ خب ذهن ما ثروتمند است. وقتی ما ذهن ثروتمند داشته باشیم، تفکر ما کلا مثبت است، باورهای ما درست است. یعنی در شرایط نمیتونیم ما شرایط نمیشه. وقتی ما روی ذهن خود کار میکنیم، شرایط تاثیرگذار نیست. یعنی ما باید تا بتونیم روی ذهن خود کار کنیم و یک ذهن ثروتمند مثبت داشته باشیم. وقتی ذهن ثروتمند داشته باشیم، ما در کل همه چیز نگریش ما تغییر میکنه، نسبت به پول، نسبت به همه چیز نگریش ما تغییر میکنه و در کل ذهن ما ثروتمند و مثبت میباشه در مورد همه چیز. بله سلامت باشین. خب ذهن فقیر چگونه میتونه که در یک اجتماع نقش منفی داشته باشه؟ همیشه که توضیح بدین بر ما. خب ذهن فقیر در کل افکار و باورهای منفی دارن. مثلا در مقابل مشکلات چالش های زندگی یعنی نمیتونن حل کنن، با افکار منفی نمیتونن مثلا مشکلات چالش های زندگی خود حل کنن. و مثلا میگه از قطره قطره دریا میشه. وقتی ما یک مشکل ایجاد میشه، ایران دنبال حلش نمیریم. یعنی یکی مشکل که زیاد شد یعنی تبدیل میشه تا افکار محدود میشه از منفی ها و بارهای نادرست و که ما مثلا نمیتونیم به درستی یعنی فکر کنیم. یعنی از طریق در مقابل مثلا مشکلات و چالش ها ما نمیتونیم به آسانی براییم و همیتونیم دست به دست میشینیم جایی که بریم مثلا مشکلات را حل کنیم و نمیتونیم فقط افکار منفی زیاد داره. یک موضوع دیگه هم هست خانم بختاور، هر روزی که اگر خب زندگی است دیگه، با
با مشکلات زیاد آدم روبرو میشه. هیچ روز نیست که بدون مشکلات باشه، یا مشکلات کوچک یا بزرگ میباشه در زندگی روزمره ما شما، یا مکان کاری، یا جایی که ما شما مطالعه میکنیم، درس میخوانیم، یا در خانه‌ای که زندگی میکنیم، یا در راهی که راه میریم، در کل مشکلات میباشه بعضی اوقات. ولی خوب است که ما خود ما را خوشحال داشته باشیم. هر زمانی که فکر و تفکر خود ما خوب باشه، ما خود خوب احساس میکنیم، جامعه را خوب احساس میکنیم. ولی اگر اندکترین مشکل به خود ما یعنی ربط بدیم و بگیم که این مشکل هست، پس به نظر من همون است که تمام روز ما خراب ستنی میشنیم. بله بله، وقت ما یک ذهن خوب داشته باشیم، یعنی نگریش و افکار ما مثبت باشه در مقابل جمعه، در مقابل مشکلات. یعنی در آغاز باید از اول از خود شروع بکنیم. بله بله، باید اول از خود ما شروع کنیم. باید نباید مثلا شرایط مقصر بدانیم، نباید خانواده و دیگران مقصر بدانیم. تمام شرط همه چیز از خود ما شروع میشه. بله. سلامت باشین، خیلی خوشحال شدیم از اینکه مهمان برنامه ما شدین امروز و خیلی صحبت های شیرین رو هم داشتیم. اگر پیام دارین پس از زبان شیرین تا مشتایم کاملا در خدمتتون است. خب یک تشکر خاص از استاد مهربانم، استاد احسان نوری که برای اولین بار در افغانستان یک متخصص علوم ذهنی است که میتونه با از طریق ذهن باورها و افکار ما را تغییر بده تا اینکه بتونیم یک زندگی خوب و یک ذهن ثروتمند داشته باشیم و در جامعه خود موفق باشیم. و هموطنان عزیزم، اگر با مشکلات یعنی دوچار میشین، یعنی زیاد میتونین با دوره های استاد احسان نوری اشتراک کنین تا اینکه باورهای خود تغییر بدین و آموزش ببینین، تا اینکه در بخصوص جوانان ما که میتونین در این شرایط یعنی در دوره های استاد احسان نوری اشتراک کنین تا اینکه آموزش ببینین، رشد کنین و روی ذهن خود کار کنین. سلامت باشین، جهان نامه. شکر. پر زن باندې باور ولرې، که څه هم ژوند ملخ اغزی او نردک وي، خو بیا به هم له ګلو نه ډک شي. دا ټول ربط لري تاسو ته. ګران دوستانو، لنډه دمه به واخلو او بیرته راګرځو. ګران همکار سره مې اوسئ. صبح شما یک بار دیگر بخیر باشه دوستان عزیز. سپاس دارم، سپاسمند هستم از همکار خیلی خوب مارزو کاکر که صحبت داشتن در مورد به ذهن ثروتمند. چه موضوع جالبه، امیدوار هستم که از داشته های آن بخش لذت برده باشین. و در این بخش از برنامه همچنان من مهماندار هستم که خوشبختانه مدرس حسام رسا در استودیو با ما تشریف آوردن و قرار صحبت بکنیم در مورد به اینکه چی گونه میتوانیم در خود تغییر ایجاد بکنیم. و موضوع خیلی ها مهم است. هر کسی که هر فردی که میخواد در خود تغییر ایجاد بکنه، پس حتما بیننده این بخش باشه. سلام استاد عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. صبحتون بخیر. تشکر. سلام و صبح شما بخیر و بیننده های عزیز که همین اکنون بیننده برنامه زیبا شماست. سلامت باشین. تشکر. جناب استاد، چرا باید در خود تغییر ایجاد بکنیم و این تغییر ایجاد کردن چی نقشه و یا همچی بهره‌وری در کیفیت زندگی ما داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدای بخشنده و مهربان. طوری که ما شما میبینیم امروز اکثریت بشریت تحقیقات و جستجو و تدبوی خود را در رابطه با پیرامون بسیار موجودات کوچک ذره‌بینی انجام داده، حتی بله. شمولی میکروب‌ها، خزنده، پرنده، چرنده و سایر موارد و موضوعات. ولی در موردشان اطلاعات و در پیرامونشان بحث بسیار با وسعت و کلانا و مقاله و مجالات های بسیار بزرگ را نوشتن و نگریش کردن و پرداست دادن. ولی میاییم سر بحث خود حضرت انسان که امروز بشر و بشریت تا به حال در رابطه به بخش انسان و قدر معلومات یا آیدیای وافیر به اندازه کافی و وافی و قدر ارائه نکرده. بگوییم که درد کس را درمان بکنه یا ای که حداقل جوانی بسی دخله به اقنا برسانه به او حد نیست. چرا فقط اگر هرگاه ما مطالعه بکنیم کتابهایشان و کتبهایشان تحت نظر خود بندازیم و یک نگاهی به هر صفحه و شیطشان بندازیم، فقط همین قدر یک تعریف کرده که انسان گویا یک حیوان ناطق است. فقط شلبه می هستند که انسان یک حیوان ناطق است. ولی میمانه بس از اینکه گویا ما میتونیم که دیگه حیوانات هم ناطق است، در بینشان صحبت میکنه، مکالمه میکنه، مفاهیمه میداشته باشه، یکی ما نمیفهمیم ضعف ما هست و توانایی فهمی زبان دیگه حیوانات نداریم. ولی اگر ما بیاییم ببینیم انسان تنها اگر موجود ناطق باشه، یک نظریه،
یک دیدگاه بسیار پوچ، مغرضانه، طفلانه و بی‌اساس هست. دقیق. و هرگاه اگر ما بیایم در رابطه بخش انسان صحبت بکنیم، بس بکنیم، بس خود پرداز بتیم در رابطه بخش انسان، بدون شک و شبهه انسان بسیار یک موجود بزرگ است. به گفته خدای متعال مهربان و لقد کرمنا بنی آدم، میگه ما فرزندان حضرت آدم بسیار گرامی داشتیم. آنچه که در آفاق و آنچه که در انفس است، میگه ما تحت تسخیر حضرت انسان قرار دادیم. بدون شک و شبهه که یک موجود بسیار بزرگ است. درست است، میگه والله سان و شفتین، میگه ما به انسان دو لب یک زبان دادیم تا بیان بکنه، صحبت بکنه، معضلات خود حل بکنه، مشکلات خود حل بکنه و بتونه بین یکی دیگه مفاهمه ایجاد بکنه و تفهیم بکنه با یکی دیگه شان موضوعاتی که بسیار پیچیده و موضوع است. ولی بیایم راستی که انسان چگونه دچار یک تحول میشه، چگونه دچار یک دیگرگونی و تغییرات میشه، آیا این قابل درک هست؟ آیا انسان میتونه تغییر بکنه یا نه؟ بدون شک انسان تغییر پذیر هست و ما امروز در مورد تزی باید جستجو بکنیم، تحقیق بکنیم. امروز بشر و بشریت 8 میلیارد که در کره زمین هست، به استثنای 6 میلیاردش 2 میلیارد از مسلمان هست، ولی 8 میلیارد دیگه در گمراهی است، در فساد است، در ازاری اخلاقی است. ولی چی سبب میشه که همین انسان ها فساد میکنه؟ چی سبب میشه که انسان دزدی میکنه؟ چی سبب میشه که انسان تظاهر میده؟ چی سبب میشه که انسان خودنمایی را پیشه میکنه؟ چی سبب میشه که انسان آن چی که رضای اخلاقی است افکار و ایده خود قرار میده و در ایفای از قدم میگذاره و خود را دچار مشکلات ها میسازه تا این کارا را انجام میده؟ ولی راستی به تحقیق ببینیم، وقتی که ما جستجو بکنیم، با بصیرت ببینیم، با چشم بصیرت، مولانا بلخ میگه چشم آدمی چون به نور پاک دید، جان و سر نام ها گشتش پدید. این چنین آدم که نامش میبرم، گرسی تایم تا قیامت قاصرم. راستی اگر انسان با چشم با بصیرت، با ذهن باز، با قلب بسیار پاک بتانه نگاهی بندازه ببینه، بدون شک بدون تردد که انسان یک موجود کاملا مادی و معنوی است. مادی ما میتونیم که ظاهر انسان را صحبت بکنیم، بس بکنیم که در قرآن کریم خدای متعال به نام کالبوت یاد میکنه و تمام اعضا و جواری بدن انسان در رابطه بخش کالبوت میاره. و اگر بیاییم بحث بندازیم در رابطه بخش معنوی انسان، یعنی بحث روحی انسان هست. ولی امروز طبابت اینقدر پیشرفت کرده که میتونه دست یک نفر با دست دیگه کس پیوند بکنه. یک نفر در طول عمر خود 40 سال یک دستش قطع شده بوده، ولی سرانجام وقتی که یک فرد از بین میره، پیش از او اجازهش میگیره، میگه وقتی تو اگر این دنیا رو بدرود گفتی، ما میتونیم دست تو رو با فلانی فرد وصل بسازیم، اجازه تو هست نیست. ولی این کار امروز امکان پذیر است، دست یک دیگه رو با دیگه کس ترانسپلنت پیوند میکنه و سمس این کار میده. و این شکل با صدها جراحی های قلبی و سایر موضوعات و امراض امروز بشر و بشریت در بخش جسمی انجام میده. ولی یک مرضی که امروز متاسفانه بسیاری از افراد مسموم ساخته، مردم چرا خانگی کشیسی داره، موتر داره، وظیفه داره، پول داره، ثروت داره، قدرت داره، شهرت داره، ولی از اندرون گرفته است. میگه درد دارم، غم دارم، اندوه دارم، چرا من به طور مثال سکون و فرحت دل من میگه چرا گم شده؟ در اصل میگه من سکینه دل خود را گم کردم. بله، بله. یعنی ساده تر بگویم که من آرامش ندارم. میگه بله. پس اینمی همرازی که به طور مثال سبب میشه مانی رشد انسان، مانی ترقی انسان، مانی ابداع انسان، مانی اکتشاف انسان، مانی پیشرفت های با وسعت انسان میشه. چرا انسان دچار تنبلی میشه؟ چرا دچار کسالت میشه؟ چرا به طور مثال پیشرفت و ترقی نمی باشه که بتونه در عمرات زندگی خود به خود، به محیط، به ماحول، به فامیل، به حال همه موضوعات رسیدگی بکنه؟ بله، اینجا سوال خلق میشه، چرا نمیتونه انسان خود را دچار یک تغییر، یک دیگرگونی ایجاد بکنه؟ کاملا انسان توسط دو رهبر یا دو منیجمنت کننده در باطن مدیریت میشه. چرا بعضی اوقات ما میگیم که ولاد دلم شد فلانی نفر قفاق بزنم، دلم شد امروز فلانی را یک سخت بیابش بکنم، دلم شد امروز فلانی چیزا بخورم، دلم شد تفریح برم. خیلی این یک موضوعی است که از اندرون انسان مدیریت میشه. منیجمنت انسان از درون انسان هسته. چرا مولانا سب بلخ میگه یک زمانی تنها بیمانی تو زخلق، در فکر اندیشه بانی تا به خلق. ای به این معنی میگه اگه دفعه شما تنها میمانین بسیار به چورت عمیق، با یک فکر بسیار عمیق میری، حیران میمونی که گپ کجا بود و در کجا رسیدی تو. ای به این معنی که انسان از درون مدیریت میشه. چرا در باطن انسان یک نیروی شر است، یک نیروی خیر است. اینه با ساده تر بگم دو قطب است، یک قطب منفی است، یک قطب مثبت است. قطب منفی انسان میتونه انسان در رضایل اخلاقی دعوت بکنه، در شهوت دعوت بکنه، در فساد دعوت بکنه، در اختلاس دعوت بکنه، در رشوت دعوت بکنه و در سایر موارد موضوعات بسیار قبیح و زشت دعوت بکنه و میتونه دیگه
نیروی خیر انسان با کارهای زشت نی بلکه در کارهای نیکو قابل پسند دعوت بکنه. و طور مثال نیروی خیر در باطن انسان یک چیزی به نام روح هست که خدای متعال در مورد روح 19 آیت هم میاره بس میکنه و همکار روح همکارش ملک است که 74 آیت خدای متعال میاره که همکار روح را معرفی میکنه. یعنی روح ملک مخزن الهامات هست. روح آنچه که از جانب ملک میاد انسان را در کار خوب در کار نیک دعوت میکنه. و این شکل اگر بگیم که یا در ضد یکی دیگه است مثبت منفی یک جاشه و شارت میکنه نی؟ و در اصل اینا ما شما ببینیم یک مثال کوچک ساده برتون میگم. در وقت نماز خواندن صبح بهتر مثال صبحگاهی باشه و ما بیدار میشیم یک ندا بلند میشه میگه نخون، یک ندای دیگه بلند میشه میگه بخیز نماز ادا بکن، یک ندا باز بلند میشه میگه نه وقت است، باز یک صدای دیگه بلند میشه میگه قضا میشه. بله بدون شک موضوعات ها. بله بس روح و نفس خیلی بس گسترده است و ما ساعت ها اگر بخوایم روش صحبت بکنیم مطمئن که تمامی نمیداشته باشه. چی خوب است صحبت بکنیم در موردی که کدام موانع معمولا نزد افراد اشخاصی که میخوان تغییر بکنن کدام موانع صد درایشون قرار میگیره و نمیتونن و او فرد نمیتونه که خود تغییر بده و چی گونه میتونه این فرد که صد درایش موانع های قرار میگیره با این موانع ها و با این صد راه ها مبارزه بکنه و هم مقابله بکنه. بدون شک به تکیه حرفتون ما میامدم در این مسیر انشالله سرش میپردازیم. چرا موانع ها ایجاد میشه که ما نمیتونیم خود را دچار تغییر بسازیم؟ بله. بدون شک اقبال صاحب لاهوری میگه نفس تو مثل شتر خود پرور است، خود پرست و خود سوار و خود سر است. مرد شو آور زمام او بکف تا شوی گوهر اگرچه باشی خزف. میگه نفس انسان ها خودخواهی، تنبلی، کسالت، بیکاری، لقمه تیار و سایر موضوعات بسیار دوست داره، خوش داره. ولی یک موضوع رو برتان بگویم حبیبی صاحب عزیز و گرامی، اگر خدای نخواسته یا ما یا تو یا کسی دیگه مریض شوه، مریض جسمی، این میره مراجعه میکنه پیش دکتر. پیش دکتر مراجعه میکنه، دکتر بعد از معاینات و معالجه و تشخیص به این آدم دو گپ توصیه میکنه، یکی امر میکنه یکی نهی میکنه. امر چی معنی میده؟ بالایش امر میکنه با طور مثال میگه دوا رو برات دادیم دو وقت سه وقت یا چهار وقت به طور مثال بخور یا قبل از نون یا بعد از نون، این امر شد بالای مریض. و دیگه مریض پرهیز میکنه، اگر مشکلی معده داشته باشه هیچ بولی یا زخم میده میگه سرخی نخور، بریانی نخور، تندی نخور، سایر موضوعات هست. ولی اگر بیایم به طور مثال در نسخه تغییر که کدام نسخه ما را دچار تغییر میسازه، ببین که نسخه خدایی را یک بار ببینیم و مطالعه بکنیم. نسخه خدایی چی است؟ خدای متعال هم سر انسان نو امر داره و هم نواهی داره. اوامر خدایی نمیست میگه روزه بگیر، نماز بخوان، زکات بده، حج برو، صبر بکن، توکل بکن. نماز خواندن بدون شک به انسان پاکی و صفایی میبخشه، روزه گرفتن هم به انسان تقوا و پاکی میده، این شکل حج رفتن هم باعث پاکی و صفایی انسان میشه و زکات هم باعث برکت انسان میشه و صبر هم در مقابل معصیت بزرگترین عبادتی است که ما شما انجام. توکل مؤمن میگه، مؤمن مولانا بلخ میگه مؤمن از صبر و توکل قاهر است، گر ندارد این دو جوهر کافر است. این شکل خدای متعال واسه پرهیز میکنه در مقابل ازی، پرهیز ازی میکنه که پدر مثلا میگه چشم چلانی حرام است، انسان باید پرهیز بکنه. میگه دروغ حرام است، فساد حرام است، رذایل اخلاقی حرام است، حتی پرخوری را خدای متعال میگه. چرا پرخوری یک صدمه در جسمی بدن انسان میرسانه که حتی باز دیگه تنبل میسازه، از لحاظ نقطه شهوت زیاد انرژی تولید میکنه، نقطه شهوت انسان فعال میکنه. و این شکل پرحرفی، حدیث پیامبر است میگه هر کسی که با آخرت و به خدا ایمان داره مثلا اگر حرف نیک داره بیان بکنه نداره، بهتر همیست که ساکت باشه انسان. بله و سایر موضوعات خدای متعال پرهیز میکنه. و یک موضوع دیگر را در سرانجام برتان میگم، هرگاه اگر یک کس مریض باشه پیش دکتر مراجعه بکنه، دکتر دوام بده پرهیز هم بکنه. اگر دوا را بخوره پرهیز نکنه یادم بازم خوب نمیشه، اگر پرهیز بکنه دوا را استفاده و صرف نکنه بازم یادم خوب نمیشه. اینا یعنی نقطه که داخل قوس برتون ویژه بگویم این است که هرگاه اگر ما و شما بخوایم دچار یک تغییر شویم، دچار یک تحول شویم، به کار خود رسیدگی بکنیم و سرانجام تردد، شک و دودلگی نداشته باشیم، به همه امورات زندگی خود به شکل یک فرد ایدئال درست رسیدگی بکنیم، تاپ باشیم، باید ما از اوامر خدا اطاعت بکنیم و از نواهی خدا بپرهیزیم. بله سلامت باشین جناب استاد. حالا بس انگیزه در میان میه که فردی که میخواد تغییر بکنه، اگر فرد منفی است میخواد که تغییر مثبت بکنه و چگونه میتونه که این انگیزه خود حفظ بکنه در مسیر تغییر به طرف مثبت؟ بدون شک و شبهه حبیبی صاحب عزیز، در زندگی انسان سه گزینه را داره، یکی گزینه فرصت است، یکی ثروت است، یکی قدرت است.
هرگاه اگر هر بچه ای هر دختر یا از قشر ناس یا از قشر ذکر باشه، بله، بگه ولی من فاقد سروت هستم، بسیار فرزند غریبی هستم. اگر بگه که ولی ما همچنان از سهم سیاست و قدرت هم دور هستیم، ولی خدای متعال و مهربان در مورد زمان و لحظ رو میگه، میگه در مورد زمان هم یاد کرده، خب گویا تو مثلا فاقد سروت هستی، فاقد قدرت هستی، و خدا به تو یک چیز فرصت داده، بتانی ما شما از کمترین فرصت استفاده هضم داشته باشیم. میگه انسان موفق کسی است که از حد اقل امکانات حد اعظم استفاده بکنه، این از کمترین امکانات استفاده بسیار بزرگ داشته باشه. یعنی در هر مقطع زندگی که ما قرار بگیریم، اراده و تصمیم فولادین بالا انسان بسیار مهم است. این نشه که بتا رسول، اگر من امروز تصمیم بگیرم ما کتاب میخونم، سر از امروز فیسبوک، یوتیوب، واتس اپ، گوگل و سایر موضوعات بسته، من خلاص دیگه بخیر بعد از این مطالعه خودش رو میکنم، در یک هفته بعد دو جلد کتاب بخونم، سه جلد کتاب، بسیار دفتن، بسیار با شور و شوق اشتیاق شروع میکنه، ولی پس میبینیم ثبات نمیذاشته باشه. اینجا واس واقعا که نفس انسان آرام چیزهای راحتی رو میخواد، ولی شیطان که میه باز اینجا موانعی ها رو ایجاد میکنه. میدونی شیطان میه مانی میشه، حتی در نماز خواندن انسان مانی میشه، و تر اون سال در گپ خوب گفتن مانی میشه، در راه درست مانی میشه، در کتاب خواندن مانی میشه، در هم نشینی در یک مجالسه با چهار نفر بحث بکنی، یک بحث علمی رو بکنی، یک حرفی نک بیان بکنی، شیطان در اونجا می تسلط پیدا میکنه، کوشش میکنه که اونم گپی رو که تو میزنی مانی شه، و دیگرا تو باید بس هم دیگرا نرسونی. حتی در زندگی خود انسان مشخصا براتون بگویم که نفس انسان دو نوع غذا داره، یک غذای مرئی داره، یک نامرئی. بله، غذای مرئی نفس انسان خوراک است، پوشاک است، به طور مثال یعنی نوشیدنی هاست. خوراک زیاد هیچ کس دوست نداره، به طور مثال بگیم من دوست ندارم، خود دوست داره هر نوع خوراک باشه. کیس بگه که لباس نو باشه، زیبا باشه، باز من خوش نداشته باشم، واضح است که انسان دوست داره. و کیس بگه خب ترین نوشیدنی رو من استفاده نمی کنم، یا غذای نفسی انسان هست. و این شکل غذای نامرئی انسان تکبری، بخل، حسادت، بدبینی، مظاهر، شرک، تنبلی و سایر موضوعات. هرگاه اگر ما بخواهیم بیایم غذای نفس را تضعیف بکنیم و بیایم غذای روحی را، غذای روحی انسان چی است؟ غذای روحی انسان عبادت است. آیا عبادت پنج وقت نماز، روزه، زکات، حج است؟ نه، هر نوع نیت و عمل و کردار خاص به خاطر خدا باشه ما این عبادت میگیم. دقیق. باز روح انسان دو نوع عبادت میخواد، غذاهای مثلا رو یکی با قید و شرط است، یکی بدون قید و شرط. با قید و شرط روزه، نماز، زکات، حج، از خود قید داره، شرط داره، بند داره، باید ادا شود. بدون قید و شرط تفکر، ذکر، تدبر، به طور مثال میتونیم ما بکنیم صبر، عجز، به طور مثال توکل. هرگاه باز ما غذاهای روح را تقویت کردیم، غذاهای نفس را تضعیف کردیم، پس ما میتونیم، واضح است که قطب منفی را ضعیف کردیم، قطب مثبت را افزایش دادیم، تقویت کردیم، پس در اینجا ما موفق میشیم. و به سادگی هم یک موضوع یادتان باشه حبیبی صاحب، که یک انسان زود رشد نمیکنه، زود به تغییر و تحول نمیرسه، زمان بر هست، وقت کار کرده، این شکل آهسته و پیوسته. برتون یک مثال بگویم، ابی بیسه که یک فرد که مثلا خورترک باشه، و یک مطلی معروف داریم میگه دزدی از تخم مرغ شروع میشه. یک دفعه انسان نمیتونه یک گوسفند دزدی بکنه، یک دفعه نمیتونه یک شتر دزدی بکنه، یک دفعه نمیتونه یک جنس یا اجناس کلان دزدی بکنه، یک دفعه نمیتونه وارد بانک شوه. وایسه سوال از تخم مرغ شروع میکنه، بعد میره خودی مرغ میگیره، این رفت دوز گوسفند دیگه، هم سایه دکان آیسوس، میریم که بانک و سیفا را میزنه. این زمان بر است، بسیار وقت فرصت کار داره. اگر یک فرد بخواهد که زودتر تغییر بکنه، زود تغییر را میکنه، ولی با مرور زمان آهسته پیوسته ثبات بسیار داشته باشه، آهسته آهسته شروع بکنه، سلامت بشه، تا تبدیل به عادت شو، مبدل به ایده و افکار عالی شو، که بتواند سرانجام یک انسان سلیم. بله، سلامت. خیلی کوتاه پیامتون هم داشته باشیم. پیام ما به همه جوانان و قشر اهل خبره و دانش و بصیرت و آگاهی امی است، اینکه همیشه کوشش بکنن در مسیر درست خود را نگه بکنن و غذاهای نفسشان را ضعیف بسازه و غذاهای روحشان را تقویت ببخشه، و همیشه مواظب باطن و ظاهر خود باشن. انشالله خدا کریم رحیم است. سلامت باشین. تشکر، حضورتان مبارک. حرفای خیلی بجا، خیلی مفید، خیلی ارزنده. واقعا با حضورتان برنامه ما پربار شد. سلامت باشید شما. تشکر. خب هموطنان عزیز، بسته تصویری داریم در مورد به لیمو، و بعد از اینکه بسیار تصویری لیمو را دیدیم، با ما باشین، برنامه گلبانگ ادامه دارد.
بله دوستان عزیز، در بخش پایانی برنامه قرار داریم و صبح شما بار دیگر بخیر باشه. خوشبختانه که در این بخش از برنامه حضور عبدالشکور احمدی مدرس در برنامه حضور پیدا کردن و با ما هستن. قرار است دوستان عزیز صحبت بکنیم در مورد به تأثیر شخصیت در اجتماع. قبل از همه من حضورشان را به برنامه خوش آمد میگم. سلام احمدی صاحب، خیلی به برنامه خوش آمدین، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر، سلام بر شما، امیدوار هستم که صبح زیبای را آغاز کرده باشین. دیگه در خدمت هست. قربان شما، سلامت باشین. جناب استاد، بعضن شنیده میشه و بعضن به ما گفته میشه که خودت به شخصیت هستی یا خودت شخصیتت پایین هست یا فلان فرد یا احمد یا محمود شخصیت آرام داره یا شخصیت بسیار شاد داره. حالا ما میخواییم که در نخست یک تعریف از شما بشنم که خود این شخصیت چه هست؟ خیلی خوب. خب اینجا بحث تعریف شخصیت مطرح میشه. شخصیت مجموعه ویژگی هایی است که فرد را با فرد دیگه متمایز میکنه. در کل میتونیم بگوییم که همون ویژگی های شخصیتی فرد است که فرد را نسبتاً آرام میکنه یا فرد را نسبتاً کمی عصبی تر میکنه. پس اینجا باید ما تمایز قائل شویم بین ویژگی های یک فرد که چگونه بر رفتار و اعمال او تاثیر میکنه. پس در کل میتونیم بگوییم که منش، اعمال، رفتار و در کل وقتی یک فرد زندگی خود به اساس همین ویژگی ها پیش میبره میتونیم بگوییم که یک شخصیت هست. بله جناب استاد، این شخصیت چگونه شکل میگیره؟ آیا شخصیت اکتسابی میباشه و یا هم نه ارثی میباشه یا از طرف پدر و مادر به ارث برده میشه؟ سوال خوبی است، تشکر. اینجا اما دو بحث مطرح شد که خودتان بیان کردین. شخصیت وقتی فرد تولد میشه الا 18 سالگی که بعد در نوجوانی میاد بحران هویت خود را سپری میکنن، بعد از او شکل گیری شخصیت اینجا ایجاد میشه. یعنی در کل میتونیم بگوییم که شخصیت هم میتونه که ارثی باشه هم میتونه که اکتسابی باشه. ارثی بحث ژنتیک مطرح میشه، مثلا بعضی ویژگی های شخصیتی است که از والدین انتقال میکنه و این غیر قابل انکار هست و بعضا اکتسابی می باشه، مثلا از محیط کسب میشه بعضی ویژگی هایی که یا مثلا خودتون بیشتر بیان کردین، آرام بودن، شاد بودن، خوشحال بودن، خب نگرش ها، باورها، اعتقادات، همین ها از محیط کسب میشه و در کل اطرافیان، خانواده، محیط همسالان اینو همش تاثیر گذار هست. بله جناب استاد، حالا ما روی اجتماع صحبت میکنیم که درست. تاثیر یک فرد چی یا شخصیت یک فرد چی تاثیر روی اجتماع میگذاره و چرا؟ آها خب همون قسمی که بیان کردیم، شخصیت ویژگی هایی است که فرد از فرد دیگه متمایز میکنه. خب اگر اینجا یک تعریف کوچکی هم از اجتماع داشته باشیم خوبتر میتونیم مطرح کنیم موضوع را. خب اجتماع همون مجموعه از افرادی است که به خاطر یک هدف مشترک کار میکنن. بله. بگوییم که به خاطر یک هدف مشترک یا زندگی میکنن، اینا رو میتونیم اجتماع بگوییم. بعد اینجا بحث گروه هم مطرح میشه چون گروه باز زیر مجموعه هزم اجتماع. بله. میشه. بله. خب شخصیت مثلا نگرش ها، اعتقادات و افکار، این افکاری که مثبت باشه ارتباط مستقیم میگیره با اجتماعی شدن یا در اجتماع. خب مثلا در اجتماع بعضا خورده فرهنگ ها یا گروه ها یا سازمان های ایجاد میشه که نیاز داره به یک شخصیت خوب، برای اینجا شخصیت تاثیر مستقیم خودش نشان میده. بله جناب استاد، آیا شخصیت فرد میتواند به شکلگیری نگرش افرادی که در جامعه هستند و در جامعه حضور دارن نقش داشته باشه یا خیر؟ آها بدون شک اینجا نگرش و طرز دید خیلی مهم هست. بله بزن که بیشتر مطرح کردم این باورها، اعتقادات و نگرش هایی که از محیط ما کسب میکنیم، اینا کلن تاثیر میگذاره در اجتماع بالای افراد. هرچقدر نگرش خوبتر باشه، وسیعتر باشه، بازتر باشه، روشنتر باشه، فرد خیلی خوب میتونه در یک اجتماع خوبتر زیست کنه و اجتماعیش از یک نگاهی روشن و مثبت ببینه. بله جناب استاد، تقلید چقدر نقش داره؟ به طور مثال فرد میخواد که تقلید بکنه از فردی که حالا موفق هست، حالا موفق نیست، حالا یک شخصیت خوبی به خود داشته یا خیر، فرد میخواد از او تقلید بکنه، چقدر نقش داره و چقدر رول داره؟ خیلی یک بحث جالب مطرح کردین. اینجا دو بحث هست، یکی بحث الگوبرداری هست و یکی بحث یادگیری مشاهده ای هست.
بعضا افراد به خاطر اینکه یک شخصیت خوبی داشته باشند بله. همو میاین از سلبریتی های معروف یا هم بگویم شخصیت های معروفی که در جامعه و جهان وجود داره از اونها نوعی الگوبرداری میکنن، این صفات شخصیتی اونها را به نوعی تقلید میکنن و یا هم از یادگیری مشاهده ای است که بحث یک نظریه آلبرت بندورا است در این باره که از یادگیری مشاهده ای میان یاد میگیرن که فرد چگونه رفتار میکنه، چی روش و منشی را به کار میگیره تا به اساس او عمل بکنه. این خیلی نقش داره و فرد را کلن میتونه تغییر بده یا متحول بکنه. پس ما میتونیم بگوییم که تأثیر الگوبرداری و یادگیری مشاهده یک تأثیر مستقیم بالای از این جنبه شخصیت داره. بله سلامت باشین جناب استاد. چقدر این تقلید پسندیده هست از نظر شما؟ آیا خوب است که فرد یا افراد و اشخاص تقلید بکنن یا تقلید داشته باشن یا خیر؟ خب بحث اینجاست که بعضا خوب هست ولی در کدام حالات ها مثلا خوب است در کدام حالات ها خوب نیست؟ مثلا بیشتری در اطفال اتفاق میفته، اطفالی که میخواین یعنی یک بعضی صفات را یاد بگیرن یا شروع به رشد شخصیت شد میکنن میاین توسط یادگیری مشاهده ای از رفتار والدین یاد میگیرن. مثلا اگر شما متوجه شده باشین یک والدینی که عصبی است، پدر مادر که عصبی است، میاد گلاس در زمین میزنه، شاید فردا طفلش هم همین کار را بکنه. پس اینجا همون اعمال و رفتار والدین بر اطفال تاثیر میگذاره. خب اینجا که پسندیده نیست، ولی بعض جاهایی است که مثلا صفات شخصیتی خوبی از مثلا یک رهبر سیاسی باشه، به ما خوب است که ما از او درس بگیریم، الگو بگیریم و تقلید بکنیم، تا اینجا پسندیده هست. سلامت باشین جناب استاد. میشه که در پایان برنامه، در پایان این بخش از برنامه، پیشنهاد، صحبت، حرف حدیثی اگر داشته باشین از شما میشنویم. حرف حدیثی نیست، امیدوار هستم که جوانان و محصلین عزیز به خاطر رشد شخصیتشان، به خاطر اینکه در یک اجتماع خوبتر رفتار بکنن و اعمال خوب و مثبتی داشته باشن، به خود کمی بنگرن و کمک بیشتر موضوع را وسیع‌تر ببینن تا باشه یک شخصیت خوب و در اجتماع خوب رفتار. سلامت باشین. ممنون حضورتان. سلامت و تشکر. ممنون از شما. قربان شما. خب بینندگان عزیز، این بود بخشایی که ما و آرزو جان خدمت حضور گرم شما نازنینان تقدیم کردیم. ما فعلا از حضورتان مرخص میشیم تا اینکه دوباره فردا با یک برنامه متفاوت خدمت حضور شما قرار میگیرم. همه شما را به خداوند یکتا و منان میسپارم.